خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد شرکت ملی نفت چین واحدهای بانکی خود را از انجام بسیاری از خدمات مالی مربوط به رژیم ایران منع می کند زیرا که از تحریم های آمریکا علیه رژیم ایران نگران است بنا به این گزارش شرکت ملی نفت چین با افزایش فشار آمریکا به مؤسسات بین المللی برای قطع همکاری تجاری با رژیم ایران مراودات بانک کنلون را متوقف می کند. واحد دی اچ ال اکسپرس آلمان اعلام کرد از اوایل ماه گذشته میلادی خدمات خود از مبدع و به مقصد ایران را متوقف کرده است. دی که یک شرکت بین است بر ارسال نامه و مراسلات پستی نظارت دارد. این شرکت علت توقف همکاری با رژیم آخوندی را مشکلات عملیاتی متعدد ناشی از کاهش مراسلات رژیم ایران، و کشورهای دیگر اعلام کرد و افسود زمان و شرایط از سرگیری خدمات رسانی به رژیم ایران معلوم است. شعبه جمهوری چک شرکت دی اچ ال نیز اعلام کرد از حدود پنج ماه قبل به همکاری خود با رژیم ایران پایان داده است. به گزارش رسانه های آلمان، دولت این کشور از ماه ژانویه 2019 که از 11 دی ماه جاری شروع می شود، پروازهای ماهان ایر را که به خاطر خدمات رسانی به نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار دارد، در فرودگاه های آلمان ممنوع کرد. به گزارش رادیو آلمان، روزنامه بیلد با تکیه بر اطلاعات دریافتی خبر داد، این تصمیم بعد از مذاکرات فشرده دولت آلمان اتخاذ شده است. در حال حاضر هواپیماهای ماهان ایر هر هفته چهار بار از دوسلدورف و دو بار از مونیخ به مقصد تهران پرواز دارند. بیلد نوشت شرکت هواپیمایی ماهان مزنون به انتقال نیرو و تجهیزات جنگی برای سپاه پاسداران از جمله به مقصد سوریه است. و تا کنون با پروازهای غیر رسمی و اغلب با پروازهای تهران دمشق بیش از 100 بار برای دیکتاتور سوریه نیرو، سلاح و مهمات تأمین کرده است. روزنامه آلمانی بیلد افسود شاهدان به پروازهای صورت گرفته در مسیر آبادان دمشق گواهی دادند. این هواپیماها شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران را به سوریه منتقل می کنند تا برای بشار اسد بجنگند. سایت رادیو آلمان نوشت آمریکا در ماه‌های گذشته به دولت و شرکت‌های آلمانی دارای روابط کاری با ماهان ایر فشار زیادی آورده تا این همکاری را متوقف کنند.